صد درود و به نام خدای رنگین کمان اوراست. هم امروز دوشنبه 3 آپریل در خدمتتون هستیم با بروزرسانی وضعیت بازارها، یعنی در واقع این چشمانداز هفتگی نگاهی خواهیم داشت به هفته پیش رو، اینکه در این هفته مهمترین رویدادها و دادهای اقتصادی که داریم چی هستش. امروز دوشنبه روز پی ام آی شاخص مدیران خرید، تا الان هم شاخص مدیران خرید در چین و در چین در واقع اعلام شده که کمتر از پیش بینی بود، ضعیف‌تر از پیش بینی بود. در ادامه ما امروز شاخص مدیران خرید از حوزه یورو و کشورهای اروپایی داریم و بعد از اون هم از شاخص مدیران خرید از ایالات متحده. برای امروز شاخص مدیران خریدی که منتشر میشن، امروز شاخص مدیران خرید بخش کارخونه پیش منتشر میشه که پیش بینی میشه همونطور که در چین هم ضعیف بود، احتمال بسیار زیاد بخش تولید همچنان درگیر سری مشکلاتی هستش که بعد از اون رشد شهیدی که داشت دوباره دچار رکود شده و پیش بینی میشه که شاخص مدیران خرید هم در ادامه که در اروپا و در امریکا منتشر میشه در هر دو کشور در زیر سطح گسترش 50 باشن و نشان دهنده اون ضعف نسبی اقتصاد در شرایط کنونی باشن همچنان. یعنی پس بعد امروز شاخص مدیران خرید داریم که پیش بینی میشه که در واقع رشد ضعیفتری رو در بخش تولیدی هم در اروپا و هم در امریکا نشون بده. فردا سه شنبه، بعد از اون فردا سه شنبه جلسه بانک مرکزی استرالیا رو داریم در روز سه شنبه. در جلسه بانک مرکزی استرالیا دو تا پیش بینی هستش، یکی افزایش 25 واحدی نرخ بهره، یکی هم پیش بینی میشه که بانک مرکزی استرالیا افزایشی در نرخ بهره ارائه نده. مسئله اینه که من خودم شخصا پیش بینی عمومی اینطوری که افزایش نرخ بهره 25 صدمی داشته باشیم، ولی احتمالی که من خودم شخصا میدم اینه که با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی در استرالیا در ما در سه ماه چون 6 درصد کاهش پیدا کرده، در سه ماه اول هم پیش بینی میشه که 3 درصد کاهش پیدا بکند، هنوز منتشر نشده ولی آمارها اینطوری نشون میده که احتمال این اتفاق بیفتد و بانک مرکزی قاعدتا به این آمارهای احتمالی پیش بینی ها واقف هستش که اگر این اتفاق بیفته یعنی رکود اقتصادی، رکود فنی در واقع، چون سه ماه قبلی که 6 درصد کاهش پیدا کرد این ماه هم اگه 3 درصد کاهش پیدا بکند میشه مطمئن که استرالیا دچار رکود فنی اقتصادی شده. چون این پیش بینی های هستش که احتمالاً استرالیا دچار رکود اقتصادی فنی بشه، بعد بنابراین من پیش بینی میکنم، من خودم شخصا فکر میکنم که با توجه به این شرایط بانک مرکزی در استرالیا در جلسه روز سه شنبه خودش احتمالاً افزایش نرخ بهره نخواهد داشت، ولی این رو به معنای پایان چرخه افزایش نرخ بهره هم اعلام نمیکنه. یعنی احتمال بسیار زیاد به این صورت خواهد شد که افزایش نرخ بهره رو متوقف میکند، ولی اعلام میکنه که این به عنوان یک توقف کوتاه مدت هست، یعنی به عنوان یک پاوزی هستش که حالا تا بعدا بیاریم تصمیم بگیریم. پس این مسئله در واقع وسیله‌ای که در واقع شاید که در استرالیا داریم به این صورت، یعنی وضع اقتصادی چندان جالبی نیستش. نرخ بهره در استرالیا همچنان بالاست، ولی اون نرخ بهره هم نشانه‌هایی از ضعف رو داشته. یعنی الان سی پی آی در ماه فوریه به 6.8 درصد کاهش پیدا کرده، از 7 خورده درصد ماه قبل به 6.8 درصد کاهش پیدا کرده. این مسئله نشون میده که در واقع تورم در حال کاهش، ضمن اینکه اقتصاد با یک مشکل شدید در جریان. بنابراین برای بانک مرکزی استرالیا ما پیش بینی می‌کنیم که در جلسه فردا خودش شروع به در واقع چیز نکنه، در جلسه فردا خودش افزایش نرخ بهره ارائه نده. روز چهارشنبه مهمترین رویداد روز چهارشنبه افزایش در واقع جلسه بانک مرکزی نیوزلند خواهد بود. در نیوزلند اما شاید این مقدار متفاوت تره. در نیوزلند پیش بینی اینه که بانک مرکزی نرخ بهره رو 25 درصد افزایش بده و به 4.7 در واقع از 4.7 به 4.75 درصد برسونن، به 4.5 درصد رسونده که اینو برسونه به 4.75 درصد. این ولی خب در واقع نه، به 4 الان 4.75 درصد، اینو برسونه به 5 درصد، احتمالا در همین چیز نگه داره، نتانا در همین 5 درصد هم پیش بینی میشه که نگه داره. یعنی در نیوزلند این احتمال داده میشه که در روز چهارشنبه که جلسه بانک مرکزی هستش نرخ بهره 25 درصد افزایش پیدا بکنه و بانک مرکزی هم اعلام بکنه که در همین 25 درصد افزایش پیدا کرده که میشه 5 درصد نرخ بهره، در این 5 درصد متوقف خواهد شد. حالا تاثیرات اینا چی میشه؟ تاثیرات اینا و شاید این چرا اینطور میگیم، به خاطر اینکه در نیوزلند شاید بازار کار شاید خیلی بهتری نسبت به استرالیا هست، ضمن اینکه تورم همچنان بالاست. یعنی این یه مقدار شاید نیوزلند با شاید استرالیا اینجا متفاوت میکنه.
تصمیمی که استرالیا احتمالاً بگیرد باعث خواهد شد که بازار سهام در استرالیا مقدار بهتر باشن، که شاخص اصلیشون AU200، اما دلار استرالیا یا AUD احتمالاً ضعف بیشتری رو داشته باشیم. در مورد NZD احتمالاً دلار نیوزلند در برابر دلار استرالیا تقویت بشه، یعنی با توجه به این تصمیم حالا کسایی که NZD AUD NZD ترید میکنن اینو در جریان باشن. اما روز پنجشنبه شاخص مدیران خرید رو داریم تو بخش غیر تولید، روز چهارشنبه همون در بخش در ادامه روز چهارشنبه شاخص مدیران خرید بخش تولیدی بخش غیر تولیدی ISM رو داریم. بخش غیر تولیدی ISM یعنی بخش خدمات و اینا در چند ماه گذشته یه مقدار وضعیتشون بهتر بوده، رشد نسبت به بخش تولید کلا بهتر بودن. یعنی زمانهایی که شاخص مدیران خرید یا PMI بخش تولید زیر 150 بودن، در بخش خدمات ما این رشد بالای 50 داشتیم و حتی تا 55 خوری هم رسید. در برای ماه در واقع گذشته ماه در ماه مارچ که منتشر میشه، این ماه گذشته احتمال داده میشه که از 55.1 برسه به 54.5، یعنی 0.6 کاهش پیدا بکنه شاخص مدیران خرید. این ضعف در شاخص مدیران خرید بخش خدمات هم احتمالاً در ادامه روند ضعف نرم شدن کمتر اقتصاد، ضعف شدن تدریجی اقتصاد، ولی خب همچنان بالاتر از سطح 50 باید باقی بمونه، یعنی بسیار بسیار شرایط بهتری نسبت به بخش خدمات خواهد داشت. و در نهایت در روز جمعه، در حالی که روز جمعه جمعه به عنوان جمعه پاک جمعه خوب حالا چیز میشه تعطیل خواهد بود در ایالات متحده، ما NFP رو خواهیم داشت، دادای شخص دادای در واقع شغل اشتغال بخش غیر کشاورزی رو خواهیم داشت از ایالات متحده که پیش بینی میشه که 240,000 شغل ایجاد بشه و نرخ بیکاری دوباره کاهش پیدا بکنه از 3.6% برسه به 3.5% و شاخص رشد میانگین درآمد ساعتی هم 3% رشد بکنه، یعنی میانگین درآمدی هم رشد 3% داشته باشه. این پیش بینی ها برای این هفته است. در کل هفته با اینکه در تعطیلات دوشنبه سه شنبه و فکر کنم چهارشنبه هم در چین تعطیله و جمعه در ایالات متحده، هفته‌ای هستش که از نظر نقدینگی ما در بازار دچار مشکل خواهیم شد. در مورد نفتم توضیح میدم. نه هفته هستش که از نظر نقدینگی ما در بازار دچار مشکل خواهیم شد، هم تعطیلات در چین خواهیم داشت هم تعطیلات در ایالات متحده. بنابراین این کمبود نقدینگی باعث میشه که حرکات‌های شدیدتری در بازار داشته باشیم. حواستون نسبت به این مسئله باشه. من قبلا هم گفتم اینو، کاهش نقدینگی در بازار معمولا به معنای ریسک‌های بالاتر و افزایش شدیدتر یا در واقع رشدهای شدیدتری هستش. روی این جریان مقدار حواستون رو جمع کنید، دقت بفرمایید لطفا که دچار مشکل نشه تریدتون، چون سه روز اول هفته چین تعطیله، روز آخر هفته امریکا تعطیله و هم چین و هم امریکا که در واقع تامین کننده های اصلی نقدینگی در بازار هستن. اما در مورد بحث نفت، این هفته ما جلسه اوپک پلاس رو هم داریم. پیش از جلسه اوپک پلاس اعلام شد که در واقع اعضای اوپک کاهش در واقع تولید خواهند داشت، کاهش عرضه خواهند داشت. در واقع این کاهش عرضه، حالا تعداد بشکر خاطرم نیستش کاهش عرضه چقدر بوده، این کاهش عرضه‌ای که اعلام کردن در جواب به کاهش درخواست ها هست، یعنی وقتی که رشد اقتصادی کمتر شده، نرمتر شده و درخواست ها کمتر شده، اعضای اوپک پلاس هم اومدن در جواب به این تلاشایی که در واقع به این شرایط که باعث میشه که عرضه و تقاضا عدم تعادل ایجاد بشه، در حال حاضر این شرایطی که کنونی داریم عرضه و تقاضا یه تعادل نسبی رو داره، ولی با ضعف کمتر با ضعف اقتصادی که مشاهده میشه کمتر، در واقع پیش بینی میشه که چیز بشه، پیش بینی میشه که کمتر بشه. با توجه به این شرایط، این مسائل باعث شد که ما یه چیزی داشته باشیم، در واقع از اوپک پلاس تصمیم بگیرم برای کاهش عرضه و این کاهش عرضه باعث شد که قیمت نفت بره بالا. احتمال اینکه این تا ماه جولای که نشست بعدی خواهد بود، احتمال اینکه تا اون شرایط ادامه پیدا بکنه همینه. به خصوص این امروز که مثلا شاخص مدیران خرید اومد منتشر شد و این شاخص مدیران خرید در چین ضعف رو نشون میداد در چین، این احتمالاً نشون دهنده این خواهد بود که در واقع این تصمیمی که اوپک پلاس گرفته تصمیم درستیه و این تعادل رو در بازار ایجاد میکنه. این در مورد چیز، این در مورد وضع نفت. در مورد شاخص دلار، این شرایطی که عرض کردم خدمتتون، یعنی دادهایی که ما داریم و پیش بینی‌هایی که ما داریم و کمبود نقدینگی که در بازار معمولا ایجاد میشه،
و همین کاری که اوپک پلاس انجام داده، یعنی در جواب به کاهش نرخ بهره در واقع رشد اقتصادی و احتمال دوچار شدن به یک رکود اقتصادی، وقتی اومده این کارو کرده، اینا خود همه این شرایط خودش چیزو برده بالا، ریسک بازار رو برده بالا و دوباره دلار رو تو شرایط درخواست و دمند قرار داده. من هفته قبل هم عرض کردم خدمتتون که دلار احتمال این که حتی تا 102 هم بیاد پایین داریم، تا 101 هم بیاد پایین داریم، ولی ما شاهد برگشت دلار خواهیم بود و تو محدوده 102 103 104 تا 105 106 تو این محدوده احتمال بسیار زیاد حتی بالاتر از 103 تا 106 معامله میشه. چرا؟ چون فعلا همچنان شرایطی که ما داریم شرایط یه خورده ریسک بازار رو داره نشون میده که بالاست و همچنان ما درخواست برای دلار رو داریم. اینم سوال دوست عزیزمون در مورد نفت و دلار و کریپتو. اگر بقیه بچه‌ها سوالی دارید بفرمایید، اگر نه من یه موضوع رو عرض کنم که لینکی که بالا در کلاب هاوس گذاشتم و لینکی که در بچه‌ای که در اینستاگرام هستید در بایو هست، اونجا ما روز جمعه استراتژی وبینار داریم در مورد بک تستینگ، بچه‌ای که استراتژی‌های خودشون رو می‌خوان تست کنن، یعنی شما می‌خواید یه استراتژی بنویسید، برای خودتون استراتژی تعریف کنید و این استراتژی رو می‌خواید قبل از اینکه بیاید رو کاغذ و بیاید رو حساب در واقع واقعی با پول واقعیتون ترید کنید، می‌خواید اون رو تست کنید، این برای این نیاز هستش که در واقع یه حالت بک تستینگ رو انجام بدید. نحوه بک تست گرفتن از استراتژی در متا تریدر رو روز جمعه توضیح می‌دیم در وبینار روز جمعه، لینکش در بچه‌ای که در اینستاگرام هستید در بایو هست، بچه‌ای که در کلاب هاوس هستید در بالا اتاق پین شده، میتونید ثبت نام کنید شرکت کنید، وبینار هم کاملا رایگان هستش. خیلی خب سایناده، من تا اگر بعد از اون دوباره فرصتی شد با این بروزرسانی روز بعد از دادایی که منتشر شد دوباره در خدمتون خواهم بود، اگر نه اگر فرصتی نشد که حالا باز دوباره در واقع فردا صبح دوباره در خدمتون خواهم بود. روز بخیر، روز خوبی داشته باشید، معاملات خوبی داشتید و تا فردا یا بعد از اون که دوباره فرصتی باشه در خدمتون باشیم، خدا نگهدارم.